اما در 60 دقیقه امشب مهمانی هنرمند داریم. هنرمندی که مهندسی خونده و با وسواس و دقت ویژه مهندس ها آثارش رو تولید میکنه. علی عظیمی رو بسیاری با آهنگ پیش درآمدش میشناسند. خواننده‌ای که کار حرفه‌ایش رو با گروه رادیو تهران شروع کرد و بعد از جدایی از این گروه اولین آلبوم مستقلش رو به نام آقای پست 6 سال پیش منتشر کرد. 3 سال پیش هم آلبوم عزت زیاد رو منتشر کرد. علی عظیمی امروز جدیدترین آلبومش از عشق و شیاطین دیگر رو عرضه کرد. آلبومی سراسر فراز و فرود عاشقانه. علی عظیمی خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا در استودیو با ماست. علی، بالاخره جدیدترین آلبومت منتشر شد بعد از سالها انتظار طرفدارانت. به نظر به نوعی یک سفر عاشقانه از شروع و اوج و پایانه. یه ذره از این که این مسیر چه اتفاقی در درونت افتاد در که تونستی این آلبومو بنویسی و تولید بکنی بگو. اجازه بدید در مورد اتفاقاتی که در درون افتاد خیلی نگم. ما دوست داریم بدیم در درون چه اتفاقی افتاد. عرض شد که چیزایی به حال درون هر هنرمند اتفاق میفته وقتی یک اثر خلق میشه. اما بله، داستان یک روایت، یک رابطه است و هر آهنگی تمرکز داره روی یکی از فازهای این رابطه به صورت کرونولوژیکال و یا زمان به صورت زمان مستقیم میره جلو و از آغاز شروع میشه، بعد فاز شکار هست، فاز ماه عسل هست، همینجوری میره جلو و هر کس از ما الان تو فکر کنم تو زندگیش توی یکی از این فازها باشه. یه ویژگی هم داره که با اولش که تعداد موزیسیانایی که باشون کار کردی خیلی زیاده و در داخل هم مثلا که با یه دی کار کردی. بله، من با 19 تا موزیسین کار کردم تو این آلبوم. افتخار همکاری با بهترین کسانی که میشناختم رو داشتم. تو این آلبوم من نقش کیوریتور داشتم در واقع. من به علاوه آهنگسازی و نوشتن ترانه ها، البته به غیر از یک تونه ترانه که خدمتتون میگم چه ترانه‌ای هستش، بقیه رو در واقع نشستم و کیوریت کردم، نشستم و انتخاب کردم با چه آهنگی رو، با چه موزیسیانی، با چه پرودوسری، با چه میکسینگ انجینیری میخوام کار کنم. و این یک تجربه نوعی برای خودم بوده. یعنی واقعا با یک تیم بزرگتر از آدمو کار کردم و نتیجهش فکر می‌کنم که خیلی بیشتر از حد توانایی خودم بود. توی تور اروپایی شروع کردی قبل از انتشار این آلبومت، یه ذره راجع به توره بگو. راستش رو بهتون بگم، من یه مقدار در انتشار آلبوم دچار تأخیر شدم و طرفدارا منتظر گذاشتم که ازشون معذرت میخوام، اما این تورها و این کنسرت‌ها پلان شده بود و بعد ما میرفتیم اجرا میکردیم و آلمان سه تا اجرا داشتیم، ولی آلبوم که منتشر شده الان و به زودی لندن 13 اکتبر کنسرت داریم که با آدمایی که میان ما رو ببینن این دفعه آلبوم رو شنیدن و میان کنسرت. چرا به نسبت بعضی از هنرمندای دیگه شاید به نوعی کمکاری، علتش چیه فکر می‌کنی؟ من فکر نمی‌کنم کمکار باشم برند جان، فکر می‌کنم 3 سال یه بار آلبوم دادن کمه دیگه. خب واقعا کار سختیه، طول می‌کشه، یعنی یه پروژه بزرگی بوده. من فقط درگیر آهنگسازی و شعرش بودم برای یک سال. البته خب زندگی هم هست، ما هنرمندی مستقل اینور دنیا، خب خیلی سخته که بتونیم بالانس کنیم زندگی رو و درآمد رو با این کار هنری. برای همین یه ذره بیشتر از هنرمندایی که واقعا میتونن از راه هنر فقط درآمدزایی بکنن طول میکشه کارامون، و منم که میتونم وسواسی هستم و همونجوری که به درستی گفتید کارام به صورت طبیعی هم بیشتر طول میکشه. میدونم که تازه چند ساعت آلبومت منتشر شده، تا الان واکنشات چی بوده؟ خیلی عالی. یعنی خب برای من تجربه اینجور واکنش‌ها یه چیز نوعیه. از زمانی که این آلبوم منتشر شده فقط دارم همینجوری پیغام میگیرم و تا جایی که میتونم دارم سعی می‌کنم جواب بدم، ولی نمیشه دیگه، از این حدی بیشتر نمیشه. و خیلی خوب بودن، خیلی از دوستان و طرفداران و کسایی که به کار من تازه گوش دادن و مورد لطف قرار دادن و کسی که حتی انتقاد میکنن متشکرم و امیدوارم که با گوش دادن بیشتر شاید به این داستانی که توش مستتر هستش بیشتر پی ببره. برامون یکی از کارهای آلبوم جدیدت هم اجرا کردی، خودت میخوای یه توضیح خیلی کوتاه بدی؟ بله، من در مورد میتونم در مورد جلدی که پشت در ما هست یه توضیح بدم. اگه خیلی سریع، آره 30 ثانیه بشه. این کار دوست خیلی خوبم رهی رضوانیه که یکی از بهترین عکاس‌ها و طراحای آلبوم هستش، با گروه‌های انگلیسی متعددی کار می‌کنه، مثل ادیتورز معروف‌ترینشونه، و یکی از خواستم توضیح بدم که این جلد زیبا کار ایشون هستش. متشکرم. و کاری که برامون اجرا کردی؟ آهنگ آی دکتر براتون اجرا کردیم با پویای محمودی عزیزم، که یک تونه اون فازیه که این کاراکتر اصلی ما میره پیش روانشناس و یک مونولوگ با روانشناس. متشکرم. هدیه ویژه علی عظیمی برای بینندگان 60 دقیقه امشب. این 60 دقیقه رو با اجرای آهنگ آی دکتر علی عظیمی به پایان میبریم. شبتون خوش.
حالم خرابه، روحم سرکش، زندگیم پیچیده شده، عاجزم از درکش. من یه رانندم که پاشت تا روی گازه، یه قمار باز که اومده زندگی رو به بازه. رفتنش یه انفجار بود اما رفتش، منظره ندارم این دل لختم خورده ترکش. من یه رانندم که پاشت ته روی گازه، یه قمار باز که اومده زندگی رو به بازه. پشت سر منم و حسرت های خاک به سر، منم و اهداف عالی، منم و یک تخت خالی، اشتباهی جو گرفتم با رویای عشقی، پر گرفتم ببین سقوط آزادم. ولی از رو که نمیره آدم، نمیگیره زانوی ماتم، با این حرفا روحیه میدم به خودم تا خبر از دل بر بیاد، شوق من از سر بیاد، بشکنه این دور باطل، روزهای بهتر بهتر بیان. دکتر حواست با منه؟ خوب آی دکتر، اون نسخه رو ول کن، من دارم میرم، نمیخوام از این درد عشق آسون بمیرم. های دکتر اون نسخه رو ول کن، من دارم میرم، نمیخوام از این درد عشق آسون بمیرم. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. آی دکتر